درود خدمت شما. آرزو می‌کنم که در هر جا هستید دلتون اقلا خوش باشه و از همین زندگی هم که دارید باز هم باید تشکر کنید، برای اینکه کسانی هستن که بدتر از این زندگی دارن، کسانی هستن که پناهی ندارن، کسانی هستن که در مقابل ظلم و ستم و دروغ و ریا کاری نمیتونن بکنن و کسی رو ندارن. بعضی وقتا هم بعضی ها گیر میکنن در یک مسئله توف سربالاست هر کاری بکنن. در این دنیا همه در یک حالت بحرانی قرار گرفتند و نمیدونن که فرداشون چه خواهد شد. آنچه که مهم است این است که در تمام دنیا اشکالاتی رو پیش آوردند و کاری رو کردند که الان توش همه موندن، چگونه اینو حل کنن. متاسفانه انسان ها هم در موقعیت های خاص فرق میکنن. کسانی هستن که در یک زمانی که کاری نیستن و یا قدرتی ندارند بسیار مهربان، بسیار خوب و همراه هستن، ولی تا به جایی برسن تغییر عقیده خواهند کرد و خواهند داد و در هر صورت. برای همین است که کشورهایی که تونستند به فرد تکیه نکنند و قوانین اساسیشون و حکومتشون رو چنان پای ریزی کنند که به هیچ وجه امکان به هیچ کس داده نشده که بتونه یک نفره تصمیمات بگیره و دیکتاتوری درست کنه و بر مبنای چیزهایی که ناشناخته است حکومتی پایگذاری نشه، چیزی که شما بهش دسترسی نداشته باشید، کسی و جایی که مرجعی که نتونید پیداش کنید و ازش بخواید که این حکومتی که بونها طبق رویه و اسم اونها دارن پیش میرن به کجا خواهند رسید. منظورم از این کار، شاید بعضی ها بگید چی داری میگی، راست میگی، خیلی چیزا هست که نمیشه گفت، ولی من سعی میکنم که بگم انسان ها همیشه خودشون مقصر اون چیزی هست که سرشون میاد. اگر من بلایی سرم اومده مقصرش منم، برای اینکه فکر نمیکردم که به این وضع میتونه برسه همه چی و هر کسی دیگه. و وقتی تو میرسی به زندگی که میبینی خودت اشتباه کردی، اون وقت بیشتر از همه ناراحت میشی، برای اینکه راه چاره‌ای هم وجود نداره، باز هم خودت باید چاره‌ای پیدا کنی، باز هم خودت باید این بدبختی ها رو تحمل کنی اگه اشتباهی کردی از زندگی و بتونی اونا رو جبران کنی. این کار در کار خانواده هست، در کار جامعه هست، در کار سیاسی جهانی هم وجود داره. اما این چیزی که در دنیا اتفاق افتاده و داره تمام دنیا رو به هم می‌ریزه، و نگاه کنید به آمریکا، نگاه کنید خود آمریکا در چه موقعیتی هست الان، و همه وحشت دارن که تا کی باید این بستگی یا تعطیلی سازمان‌های دولتی به خاطر کسری بودجه چه اثراتی می‌گذاره. دعوای دو گروه بر سر قدرت، چپ و راست، و کسانی که فقط برای قدرت خودشون به مردم به دروغ و راست با حرف زدن‌هایی که به مردم میگن و میدونن خودشون هم ممکنه بدونن که آینده به جایی نخواهد رسید و بدتر هم میشه، ولی مسئله قدرت حالاست. من نمیخوام کاملا مقایسه کنم، ولی دارم نگاه میکنم میبینم که مگر مردم ایران، خب البته مردم آمریکا آزادیشون بیشتره، مدیا دارن، هر چیزی دارن، بالاخره بد راست این ور اون ور هر کدوم حرفشون رو میزنن به کمی به زیادی و بیننده های خودشون دارن و مردم قضاوتاشون رو میکنن. بعضی هم گول میخورن ولی بعد میتونن به یه جایی برسن، مملکتشون نابود نمیشه، بالاخره جلوشو میگیرن. در آمریکا اتفاقا همین اتفاق افتاده. الان مسئله جنگ قدرت موجب شده که مردم، هر کسی که وضع مادیش خراب نیست، خرابه و بعد واقعا قدرت مادی نداره و نمیدونه چی کار کنه، خود دولت و خود احزاب کاری کردن که اینا فکر کنن همه اینها مقصرش مثلا یه گروه دیگه است. و فکر میکنید که فقط تو آمریکا اینطوریه؟ نه، و این گروه دیگه هم که میان سر کار باز هم اون گروه دیگه نقلق میکنن که قدرت، همش سر قدرته و قدرت
همه چیز توش هست، پول توش هست، دروغ توش هست و قدرت هایی که دست افراد باشه یا گروه سیاسی خاصی باشه همیشه هم بدبختی رو داره. ولی فکر نمی کنم که آمریکا و مردم آمریکا اگر هم اشتباهات خیلی کوچک شبیه مردم ایران که بکنند ولی تا آخر نخواهند رفت و نخواهند گذاشت مملکتشون مثل ایران و نمیتونه مثل ایران بشه. ولی ایران به کجا داره میره؟ آیا حکومتی که پایه‌هاش بر روی نابودی افراد و تفکرات دیگه است آیا باید باش دست داد؟ آیا میشه بهشون اعتماد کرد؟ آیا گذشته اینها رو چطوری میشه پاک کرد؟ آیا افرادی که میان الان در یک چهره‌ای و دارن این کار میکنن نمونش قبلا نبوده؟ منظورم آقای روحانیه. آیا آقای روحانی در قدرتی هست؟ حالا اصلا فرض کنیم گذشتش رو اصلا پاک کنیم که چه کار کرده؟ چون هر کسی یه چیزی میگه، میگوین آقای روحانی در زمانی که انقلاب شد و میخواستن ارتشیان رو بکشن باورش برام بود از سرهنگ به بالا رو باید کشت. من نمیدونم واقعا همچی چیزی بوده و چطوری الان تغییر شده به اینجا به این قیافه در اومده و چه کار میخواد بکنه. آیا دلیلش این نیست که جمهوری اسلامی از لحاظ مادی در فشاره؟ آیا آقای اوباما چه کار میخواد بکنه؟ اوباما در مخصوصا دو سه سال گذشته اشتباهات بزرگی در دولتش پیش اومده، اتفاقاتی که در سوریه افتاد، اتفاقاتی که در لیبی افتاد، خرابکاری‌هایی که در عراق شده هنوز ادامه داره و بعد مردم دنیا پیش خودشون فکر میکنن منافع خودشونو فکر میکنن، از اروپا گرفته تا آمریکا و هر جای دیگه پیش خودشون فکر میکنن خیلی خوب بیایم نگاه کنیم ببینیم که تا حتی اگر ما خودمون بتونیم انرژی رو داشته باشیم، تولید انرژی رو در خود کشورامون یا کشورهای اطرافمون تولید کنیم، مثل آمریکا که اگر بخواد واقعا از ذخیره های انرژیش استفاده کنه چه گازی چه نفتی، فکر نمی کنم احتیاجی به جایی داشته باشه. اینو گذاشتن برای روزهای بدتر؟ آیا اینو گذاشتن که اگر زمانی، چون یادتون باشه قاره آمریکا جداست از خیلی دورتر از بقیه، جداییش بیشتر از اینی هست که به خاورمیانه و اروپا باشه تا به خاور دور به ژاپن یا جای دیگه یا کره، روی این اصل مسئله مشکل اینجاست که آیا اینها نفت و تمام انرژی رو برای روزهای بدتر گذاشتن؟ و بعد مگر همین آمریکا و دنیای آزاد نبود که قبل از انقلاب وقتی در اینجا کم بود نفت بود یا سقف بود روزنامه ها چه دادغالی می کردن؟ آیا نفت در اون زمان و بنزین در اینجا چقدر بود؟ چطور الان حرفی نیست؟ در خود کالیفرنیا که ما هستیم شاید بیشتر از همه جا گرونتر باشه، ولی همین بنزین در 7-8-10 سال پیش تا سوپرش 1.25 بود، الان 4.50 4.40 هر روز هی بالا پایین میره. بازیایی که دارن نزدیک ویکند یه خورده میارنش پایین چند سنتی، بعد اول ویکند باز میبرنش بالا. و کالیفرنیا هم بعضشه که میدونی چطوریست، از لحاظ مادی، از لحاظ درآمد و پراکندی های وحشتناک و مخارجی که دارن میکنن برای کار تولید کنن، چیزهایی که باز سالها میکردند و نکردند، در هر حال اینها تمام چیزهایی است که اتفاق میفته. ولی بیایم نگاه کنیم ببینیم که اصلا به ایران که برگردیم نگاه کنیم، ببین خود ایران بیقوارترین شهری که میتونه در دنیا نگاه کنی تهرانه. ساختن برج‌های عجیب غریب برای پول درآوردن و کی میسازه؟ آیا این رو دولت میسازه یا شرکت‌ها و پولدارها؟ پولدارها چطوری میسازن؟ آیا ضابطه اینها برای این هستش که افرادی که میتونن خانه سازی بکنن و دولت قبول میکنه که اینها افرادی هستن که با قوانین بین‌المللی و کشوری ساختمانشون رو میکنن و به نفع حساب اون شهر یا شهرستان یا مرکز یا پایتخت هست؟ چه افرادی هستن؟ آیا شما نگاه کنید اگر بخواید در همینجا در خود آمریکا اگر بخواید یه زمینی رو درست کنید 1001 پرونده باید برید دنبالش، خاک برداری از زمین، چه چیزی میخواید بسازید،
آیا نشست زمین، قدرت زمین این رو داره که این ساختمان بزرگ رو تحمل کنه؟ آیا شماها مسئولیت اینه دارید که اگر که قسمتی در این زمین ها اشکالی داره اونو برطرف کنید؟ آیا کسانی هستن که بدون اینکه پول بگیرن چش سر هم بذارن جان و ثروت آینده رو به باد ندن؟ فکر میکنید در ایران همچین حکومت و همچین موقعیت وجود داره؟ یک عده زنجیروار به دولت بستن دیگه. اینها افرادی هستن که با دولت هر کاری میکنن برای اینکه دولت بمونه و در ضمن خودشون هم پول در بیارن. در هر کاری مجبور هستن افرادی که سر کار هست به عنوان شریک بگیرن، یا اینکه به عنوان کسی که بتونن حداقل اگر چیزی هم از اینجا در میاد به اونم سهمی بدن، و اون هم در مقابل اینها از تمام مراسم و مراحل قانونی چشم‌پوشی میکنن و بعد مردم بدبختن که اون ساختمونا رو اگر خریدن به چیزی میفته. این نمونه شو نشون میدیم از زمین 5000 متری اگر اشتباه نکنم و آسمون خراشایی که در ایران میشه. نگاه کنید که اصلا چگونه به چه وضعی است. یک گزارشی است که از خود تلویزیون جمهوری اسلامی و قسمت خبر و در حقیقت ببینیم خود اینها چه چیزی رو میگن، و نگاه کنید تو حتی جمهوری اسلامی خبرنگاران هم این واقعیت رو دارن میبینن، ولی کسی آیا جوابگو هست؟ چطور شده؟ نشستا چطور شده؟ و چگونه بینا اجازه دادن؟ ولی بعد هم شکاف ها رو وقتی که از زمین میاد اصلا اینا متوجه نیستن این شکاف میتونه صدها متر برسه به جاهای دیگه و تازه نشست. اینا نمونه نشست های بعدی میتونه باشه که زمین ها سقوط کنه و باز بشه دهنه زمین و هر چیه تو خودش ببره. مگه تو آمریکا نمونه ها رو ندیدین؟ ولی چگونه است که باز میان روش خاک میریزن برای اینکه سر صداشو بخوابونن، برای اینکه یاری که پول میخواد بذاره نقشش این بودی که اینو زودتر بسازه و میلیاردها در بیاره، میلیاردها تومان البته در بیاره، و بعد چند برای خودش یا بره سوئیس یا جای دیگه. اگر هم اینجا عوض شد که من بعدش هم میاد، خیلی خواهید دید اگه ایران حکومتش عوض بشه که خواهد شد. بقیده من حالا کیف چطوری من اونو نمیدونم، با این وضعی که میبینیم مشکل. ولی نگاه کنید تا حتی وقتی هم حکومت عوض بشه شما کسی گیر نمیارید که در اونجا سوال کنید، چون همه اونها در موقعیت خاص مثل همون زمان انقلاب اولین کسانی که میتونن فرار کنن یا پولاشون رو ترانسفر میکنن بیرون یا از حالا دارن میکنن چون خودشون میدونن وضع دولت چیه، و بعدم گیرشون نمیاری. جوابگو هیچ وقت برای این چیزا در کشوری که قوانینش طوری درست شده که قدرت دست خود حکومت فقط هست و مردم هیچ قدرتی ندارن همیشه همین خواهد بود، و تا زمانی که من و شما تا حتی که سالها در خارج از کشور زندگی کردیم هنوز افکارمون اونقدر خودخواهانه و پوسیده است که گاهی وقتا با رفتارمون جنایت میکنیم. جنایت برای اینکه به هر کسی و به هر ناکسی که حرف میزنه گوش میکنیم و بدون اینکه دلیل داشته باشیم خودمون و اطرافیانمون رو نابود میکنیم. آیا از ایران بلند شدن و اومدن در کشورهای خارج زندگی کردن هیچ تغییری در این اخلاق ما داده؟ بعضیامون اصلا هنوز در همون جاهای بسته و کوچه که شهرستانها و شهرها و دهات ایران داریم زندگی میکنیم و همون افکار رو در اینجا به کار میبریم و هم خودمونو هم اطرافیانمونو هم نسل بعدیمونو مثل خودمون مریض میکنیم و نابود میکنیم. آیا هیچ کدوم از ما گذشتی داریم که بیاییم واقعیت‌ها رو بگیم و لااقل اگرم انجام نشه شاید در تاریخ اجتماعی جامعه ما ثبت بشه و یک روزی در هر حال اثر بگذاره؟ نگاه کنید به این قسمت و بعد نگاه کنید به همه شما که تا حتی باورهاتون رو هم نمیتونید قبول کنید و خودتون هر روز دارید هر چیزی که خودتونم میسازید نابود میکنید، و بعدش هم طبق اخلاق ما ایرانی ها هیچ وقت قبول نمیکنید که اشتباه کردید و معذرت بخواید. این کار ادامه داره تا نابودی خودتون و اطرافیانتون و تمام باورهای ایرانی. نگاه کنید
گودبرداری غیر اصولی هنگام ساخت و ساز یک مجتمع تجاری در شهرک قدس تهران و به دنبال اون شکستگی لوله های آب و فاضلاب موجب نشست 40 متری زمین و تخلیه بسیاری از خانه های اطراف شد. این گزارش رو هم ببینید. من دیشب ساعت 1:20 درست از همین نقطه رد شدم. بعد از رفتن من این سقوط اتفاق افتاد. گودبرداری غیر اصولی باز هم حادثه آفرید. این بار در شهرک قدس تهران. محل حادثه یک قطعه زمین به وسط حدوداً 5000 متر مربع بود که گودبرداری عمیقی تقریباً به عمق حدود 40 متر در اون ایجاد شده بود. نشست 40 متری خیابان گلستان باعث تخلیه اضطراری ساکنان شد. از حدود یک ماه پیش ترک‌های دیوار و رانش زمین خبر از وقوع حادثه تلخ در این منطقه می‌داد، اما گویا گوش شنوایی نبود. آقا ما بارها شکایت کردیم بابت ساختن اینجا. تمام اهالی مراجعه کردیم به شهرداری، به شهرداری منطقه دو. شهرداری منطقه دو جواب درستی ما نداد. این خاک‌ها انگار تازه ریخته شده. تفاوتش چیه با اینا؟ بله، متاسفانه ترک‌هایی که در گذشته به علت وجود این گودبرداری عمیق در محله‌های اطراف وجود داره نشون میده که کارگران در روزهای گذشته به طور مخفیانه و با بی‌احتیاطی فقط اقدام کردن به ریختن یک مقدار خاک که از دید افراد اینو مخفی کنن. میشه رفت آخر؟ با احتیاط بله. اما یک سوال مهم، آیا دستگاه‌های نظارتی به مسئولان پروژه تذکرات لازم را داده بودند؟ اعلام گود پرخطر کردیم چه به شهرداری. علت این حادثه چی؟ حادثه نشت آب توسط آب فاضلاب. یعنی چه سازمان ما دیروزم اعلام کردیم بهشون توجه نکردن. دوستان ما ظرف کمتر از یک ساعت به محل حادثه رسیدن و لوله رو تعمیر کردن. همونطور که می‌بینید که آب قطعه. ما مدارک و مستنداتی داریم که مکاتبات زیادی کردیم و این هشدار رو داده بودیم که رانش زمین در خیابان در حال اتفاق هست. آخرین بازی تقریبا 3 ماه قبل بود که کارشناسان ارشد سازمان شخصا در من رجوع پیدا کردن، توصیه های لازم رو ارائه کردن به صورت مکتوب و حتی مبنی بر اینکه این گودبرداری با این روال احتمال حادثه ساز شدن وجود داره. اما متاسفانه از اونجایی که اهمیت چندانی ما در موارد مشابه زیادی هم داریم، تا زمانی که حادثه پیش نیاد کسی حادثه رو جدی نمیگیره. خوشبختانه این حادثه هیچ گونه تلفات جانی نداشت. به طور قطع اگر مالک و مهندس ناظر این پروژه به تذکرات پی در پی و هشدارهای مسئولان توجه می‌کرد، ما شاهد این حادثه نبودیم. خب ولی در اینجا نگفتن که برفرض هم اگر کشته داشت، شما می‌خواستید آقای بابک زنجانی رو فکر کردید که آقایون حکومتداران می‌ذاشتن شما تلنگر روش بزنید. ببینید، حتما شنیدی آقای بابک زنجانی. آقای بابک زنجانی کسی بوده، یه آدمی بوده که رفته در ایران و از ساختمون سازی و برج سازی تا طلا و نمیدونم نفت و هر چیز دیگری کرده و الان حساباش هم در دنیا بستن. ولی این هم یکی از این زمیناست که آقای بابک زنجانی معلومه که با کیا کار کرده دیگه. قانونی رو وجود نداره که در اینجا بگن قانون طرف داره. وقتی که یه نفر از این آخوندان یه نامه بده، هر قانونی تغییر میکنه. اون وقت صحبت از این است که در آمریکا یا آقای اوباما یا کسانی دیگه براشون اصلا مسئله آزادی و دموکراسی فعلا مهم نیست. آقای اوباما و دیگران و هر دولتی سعی خواهند کرد که برای اینکه در قدرت بمونن و بعد حزبشون باز هم ادامه داشته باشه هر کاری بکنن. یه گروهی با قدرت و نظامی میخوان باز هم بمونن، یه عده‌ای هم اینطوری. ولی من یا افرادی مثل من وقتی آقای اوباما یا گروه های دیگه رویای آینده رو نشون میدن که چقدر زیبا خواهد بود، همه اینطور خواهند بود، همه اونطور خواهند بود، شاید خیلی از آمریکایی‌های ساده و اونهایی که واقعا زندگیشون خوب نیست و عادت کردن که فقط تو خونه بشینن و کاری نکنن، اونها پیش خودشون فکر میکنه که آقا خیلی خوبه دیگه، من هم بیمه رو خواهم داشت، چون بیمه رو اونایی که باید پول بدن میدن، من که ندارم که نمیدن، دولت به من حتما مجانی میده. ولی وقتی دولت پول نداشته باشه، تا پولی هم که گرفته کاری نمیتونه بکنه. ولی در هر حال
بیایم نگاه کنیم ببینیم که ما واقعا به کجا میریم. در همه این شرایط، در همه این موقعیت ها، در تمام زمانی که جمهوری اسلامی در ضعف وجود داشت، در بیرون گروه های سیاسی هیچ کاری نکردن و همه فکر این بودن که هر کسی برای خودش تو سر اون یکی بزنه یا هر کسی شروع کنه برای قدرت یابی. دیگه به جایی رسیدی قبل از اینکه به قدرتی برسن و قدر که به جایی برسن، به جایی رسیدی که جوابگو هم دیگه نیستن. هنوز به دولتی نرسیدن و قدرتی نرسیدن و ارتشی نداشتن و سازمانی نداشتن، جوابگو هم نیستن. و بعضی از افراد معلومه از کجا اومدن. آقای زنجانی تنها نیست. بله، شاهزاده درست میگن، اکثر مردم ایران در ایران هستن و اونها هستن که با تصمیم میگیرن. ولی آیا شما مردم ایران رو به افرادی که با جمهوری اسلامی کار میکنن یا اینی که عقیده دارن، مبادا شماها حکومت دینی رو تغییر بدید، باید آرام آرام قاطی اینا شد. خب بنابراین ما یک جامون میلنگه، مثل که ماها به آن کاری که میکنیم اکثرمون باور نداریم، مثل این که دیگه به جایی رسیده که ضعف گروه های سیاسی و لیدرهای سیاسی از چپ و راست گرفته، از پادشاهی تا جمهوری، به جایی رسیده که دیگه خودشون ول کردن و اصلا امیدی براشون نیست. چگونه میشود این مسائل رو به یک صورتی قبل از اینکه دیر بشه جمع کرد؟ اشکال بزرگ از نظر من اشکال بزرگ فرهنگی ما ایرانی هاست. از سوی خانواده شروع کنید به سازمان های سیاسی و کشور برسید. توی فامیل هاتون نگاه کنید ببینید چه جنجال و کشتاری دارن میکنن با همدیگه و چگونه دارن همدیگه رو تیکه پاره میکنن. خانواده ها از خواهر و برادر گرفته تا پدر و بچه و نمیدارم دختر و مادر و هر چیز دیگه. این اشکال اشکال فرهنگی ماست. هیچ کس کنار کسی دیگه نمیسته و هیچ چیز بسیار مشکله که ما با این رفتار و با این سنتمون توی هیچی موفق بشیم. ما خوب حرف میزنیم، دو دقیقه بعد یادمون میره. ما گاهی وقتا از چیزهای استفاده میکنیم که اگر دینی باشید سراسر گناهه، اگر انسانی باشه حیوانیست. ما با بیرحمی هر کسی رو که ناراحت بشیم ازش بهش تهمت میزنیم. هیچ وقت گوش نمی کنیم و باور نمی کنیم که خودمون بفهمیم چی هست، چرا این طوریست. هر کسی هر چی بمونگه قبول می کنیم و با همدیه یک خودکشی دست جمعی دست می زنیم و حاضر نیستیم که بیایم چیزی رو که میگیم ثابت کنیم. حاضر نیستیم که بفهمیم یا جوابگو باشیم تا حتی در زمانی که ما کسی نیستیم، ما قدرتی نداریم. ببینید، من فردا آقای بنی صدر میتونه الان بگه من میخوام رئیس جمهور بشم و رئیس جمهور هستم و یه دم دورش جمع میکنم. ولی وقتی آقای بنی صدر در زمانی که رئیس جمهور بود نتونست کاری کنه، الان خودش تو پاریس نشسته و باز هم نمیدونه کجا صحبت کنه کجا صحبت نکنه و از ترس اینکه یه نفر بهش تهمت بزنه یا اینکه بهش حمله کنه اصلا هیچ خیلی مشکل جلوی تلویزیونی میاد. من بنی صدر رو مثال زدم برای بقیه، ولی من اگر فکر میکنید طرفداران پادشاهی، اگر فکر میکنید که من اگر این حرفا رو میزنم ساکت بشینم شاهزاده رضا پهلوی با خانم گلستان و آقای پیرزاده و همین گروهی که دارن موفق میشن، من حرفی ندارم. به من بگید، من زیپ حرف نمیزنم. ولی این بار باز مثل دفعات دیگه یادتون نره که اتفاقی که افتاد و حرفایی که زدیم چی بود. در اینجا ایده‌ای که وجود داشت ایده بسیار زیبایی بود. بعدم بهتون بگم بقیده من خیلی دیر این ایده شروع شد، چرا نمیدونم. در موقعیت‌های بهتر بود. آیا شاهزاده آمادگیشو نداشت یا موقعیت خاصی رو به ایشون پیشنهاد شده بود که الان دارن اون وقت نداشتن؟
در اون زمانی که 12,000 نفر 11,000 نفر میتونست جلوی فدرال بیلدینگ بشه، چرا به این راه نرفتیم؟ حتما موقعیت ایران به این وضع نبود و دنیا باش داشت کار میکرد. درست هم هست. خب در این موقعیت اگر که میایم سوالی میکنیم، اگر اشتباه هست، حرفی که میزنیم اشتباه هست، یعنی چی؟ یه کسانی میتونن سوال کنند که زیر این رو امضا کرده باشن. خب این حزبه، شما حزب درست کردید؟ تا حتی حزب هم درست کرده باشید، هنوز که شما قدرت اینو ندارید که قانونی بذارید به امنیتی ها رو صدا کنید بگید هر کی سوال کرد ببرینش زندان. پس چطوری جوابگو نمیخواید بشید؟ اصلا این نمونه اون چیزیست که شما دارید برای مردم میخواید بگید؟ و چرا اینقدر تا هر کسی ازتون سوال میکنه یک عده عقب افتاده با بی‌ادبی، بی‌شعوری حمله میکنن، نمیفهمن که آقا اینی که شما چشم بسته هر کسی هر حرفی بزنه دنبالش برید، اینی میشه که امروز شد، امروز شد. مگر در اون زمان کسی جرأت داشت به شاه فقید بگه که آقا این آقایی که از یتیم خونه آوردی کنارت گذاشتی، این چه کار است که آوردیش به اینجا گذاشتیش؟ و کسی جرأت داشت؟ ولی چی شد؟ شاه ایران رفت، پادشاهی ایران رفت و کاش به جاش جمهوری آزادی می اومد، به جاش یک حکومتی اومد که نگاه کنید ما مردم ما چه کار کرد و دنیا این رو قبول کرد. من این رو از اینجا به تو میگم، همه دنیا درش مقصر بود و ما مردم هم هر کدوم برای منافع خودمون رفتیم زیر عبای این آخوند نعلین اون یکی، یا اینی که پرچمش داس و چکش اون کشور یا هر چیز دیگه. فکر کردیم اگر این وضع بشه آخوند آدم نیست که، ما خودمون قدرت رو میگیم. متوجه شدید که حالا آخوند چیه؟ متوجه شدید که آن چیزی که تونستن 1400 سال خیلی کاراش با دروغ به مردم بگن، این قدرت رو دارن که هر چیزی رو با دروغ سر جاش بنشونن. تا حتی شمایی که الان متوجه شدید کشورتون در چه وضعی است، به من بگید اگر کشور جمهوری اسلامی ایران حکومتی بود که مردمش آرامش داشتن، با دنیا دعوایی نداشت، در هر چیزی مرفه بود و واقعا چپاول مالی و قدرت رو به دست این گروه نداده بودن، اون وقت چی میشد؟ به من بگید آیا کسی میتونست مخالفت با جمهوری اسلامی میکنه؟ آیا دنیا اصلا باش گرفتاری داشت؟ نگاه کنید همه اتفاقاتی که داره میفته در اینجا و در خارج از کشور، مشکلش چیست؟ فکر نمی کنید همه ما هر کدوم به عنوان یک دیکتاتور داریم حرف خودمونو میزنیم؟ بیایم راجع به عیسی سرخیز صحبت کنیم. ایشون بعد از انتخابات یک بحث طولانی داشته، بازداشت شدن و به زندان محکوم شدن. امروز پنجشنبه 11 مهرآباد مهرماه شده، آزاد شدن آقای مهدی سرخیز. پسر این روزنامه‌نگار با اعلام این خبر گفت پدرم در بیمارستان نامه آزادیش را دریافت کرد. آقای سرخیز به اتهام توهین به رهبر ایران و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس تعزیری، 5 سال ممنوعیت و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی، 1 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدن. خب من سوال می‌کنم آیا ایشون رو 1 سال برای چی ممنوع خروج میکنی؟ جوابش میخواید به خودم بدم؟ برای اینکه میدونید این تفلک دیگه معلوم نیست فردا بشه بهانه بگیرنش. با هر کسی که این کارش بکنه سعی میکنه از ایران بره بیرون. آیا آقای روحانی، آیا این سیاست شماست که الان بخواید در باغ سبز نشون بدید به آمریکا و به جاهای دیگه و افرادی رو با این شرایط آزاد کنید؟ شما در ایران میگید 1 سال از کشورم خارج نمیشید، حق فعالیت اون چیزی که ایشون داشته و میکرده یک انسان داره اونم ازش میگیرین
برای اینکه میدونید اگه فردا آزادش کنید بره بیرون، میاد بیرون بازم سر صدا میکنه. یک سال در اونجا نگرش میدارید، یک سال نفس بکشه باز میره زندان، به یک سال من احساس میکنم چه خواهد بود. مثل یک پرنده کوچکی که دیگر در یک قفس آهنین کردنش و اونقدر خودشو به در دیوار میذاره، حتی گفتن حق ندارید بخونید. شما فکر میکنید اون پرنده اصلا زندگی خواهد داشت؟ خدا کنه مثل من احساساتی نباشه و نمیره. ولی آقای روحانی این بازی ها رو آقای خاتمی هم کرد. شما قانون اصلیتون عوض کنید آقای روحانی. اگه شما میخواید ایران رو میگید همه گذشته اصلا فراموشش کنید، الان دیگه چیز دیگه ایست، شما به چه حقی در حدود 3.5 میلیون ایرانی رو گذرنامه‌شون رو تمدید نکردید، گفتید حتما باید بیاید ایران تا بکنن تو زندان و خفت کنن و بعد به گذرنامه بدن؟ چه کسی به شما حق داد که کسانی که در ایران بزرگ شدن، هفت جدشون در ایران بوده، اومدید و الان در تمام جمهوری اسلامی گذرنامه هاشون رو گرفتید، پاسپورت هاشون رو گرفتید و حق ندارم کشورشون میرن برای اینکه با شما مخالفن؟ یکیش خود من. شما نگاه کنید، خیلی ها شبیه من وقتی به اینجا رسیدن اصلا فراموش کردن، اسماشون رو عوض کردن. من اصلا این رو به عنوان طنز و یا این توهین نمیگم، مجبورن. بدبخت ها چی کار کنن؟ اسمشون جان شد، فلان شد، بهمان شد و فراموش کردن. اصلا گفتن ولش کن، بچه ها و هفت جدشون مگه میتونستن آوردن بیرون؟ گفتن ول کنید ایرون، الان مگه نمیبینید؟ مگر نمیبینید همه شما هم با سیاستتون کاری کردید تا حتی دختر پسر جوان حق نداشته باشن اگه میخوان از این ور گروگان خانوادهشون تو ایران نگه میدارید، از این ور اگر این در خارج حرفی زد نه دیگه میتونه به ایران بیاد، نه خانوادهش رو دیگه میتونه ببینه و بعد خانوادهش هم شما میرید سراغش. یعنی اگر توی اینطوری فکر کنید آقای روحانی، اگه توی خانواده بچه‌ای، من مثل شما میخوام الان حرف بزنم، اگر مثل شما یک بچه شری درست شد که برخلاف عقاید پدر مادرش با شما مخالفه، آیا پدر مادرش هم باز زندان کرد بخاطر که بچهش اینطوره؟ شما از خواهر و برادر و فک و فامیل هم نمیگذارید که. بعد از اسلام هم نشون داد اسلام چیه دیگه. اسلام در آقای خامنه‌ای، در آقای خمینی، در اینجا اسلام یعنی همین، مگر غیر از اینه؟ و شما تنها جنگتون با غیر مسلمان هم که نیست، با خود مسلمان ها که جنگ دارید هیچی. تا حتی حاضرید اون گروه مسلمانی که با شما تفکر مختلفی دارن اونها هم مثل اینهایی که شما رو قبول ندارن اونها رو هم بکشید، مگر غیر از اینه آقای روحانی؟ مگر غیر از اینه؟ شما با سنی ها چه رفتاری دارید؟ شما هنوز در ایران به عمر چی میگید؟ آیا اگر در عربستان سعودی یا کشورهای سنی مذهب اگر یک روزی منو ببخشید حضرت علی رو حضرت حسین رو بگیرن یه پارچه تنش کنن آتیش بزنن بزنن علی سوزون، اون وقت درسته که در ایران عمر سوزون درست میکنید؟ شما خودتون با دین اسلامتون اختلافاتو چیه؟ حالا بگیم آقا مسیح رو قبول نمی کنید، نمی دونم حضرت عیسی رو قبول نمی کنید، دینهای دیگر رو قبول نمی کنید، بهایی ها فلانن، اون یکی اینطوریه، شما اصلا اون دینم نمی دونید، حالا کاری ندونید و اونا یه طرف شما رو قبول دارن. خیلی جالبه. در حال نگاه کنید و ببینید آقای روحانی، حرف زدن دیگه در زمان اینه که با قاطر بیان تا برسه 3 سال طول بکشه نیست، حرف بزنید 2 دقیقه دیگه تو تمام دنیا شنیدن. هیچ کدوم از ما باور نداریم که شما نه به ایران علاقه دارید نه اصلا ایران براتون مهم است. آنچه میکنید برای یک قدرت جهانی و خطرناکی است، چون هر قدرت نظامی و قدرت دینی با هم یکی بشن بزرگترین فاجعه جهانی درست میشه و این تو تاریخ هست. و این نگاه کنید
در تا حتی در دینی مثل دین مسیح که اصلا قابل مقایسه با دینهای عیسوی و یهودی نیست، یهودی و اسلامی نیست، از لحاظ جزا، از لحاظ گذشت، از لحاظ عشق، از لحاظ بخشش. باز ببینید اونا هم وقتی به اینجا رسیدن چه جنایاتی مرتکب شدن. بنابراین شما اگر میخواید دین اسلام رو در ایران زنده نگه دارید، از سیاست برید بیرون. حکومت دینی در دنیا جایی نداره، چون شما دین رو از بین میبرید و بردید. چرا بررسی نمی کنید آقای روحانی؟ چرا شما که اینقدر بودجه میذارید برای چیزهای احمقانه، یک درست کردن یک کسی بیاد قرآن رو به چه لهجهی بخونه؟ اصلا اینها باور کنید خدا رو به چنان کوچکی رساندید که اگر کسی به خدا مجیز بگه اون به بهش میره و اونی که بیسته و یک دفعه بگه خدایا لعنت به تو، برای به چه جارسته این میره جهنم. چی کردی با من خدای من؟ اون میره جهنم. باور میکنید که کسی این حرفا رو دیگه باور نداره؟ باور میکنید که مسئله من و خدای من به تو و امثال تو اصلا ربطی نداره؟ خدایی که من دارم با خدای تو فرق داره آقای روحانی. خدای من عشقه. خدای من گذشته. خدای من دوست داشتنیه. دروغگو نیست، تهمت نمیزنه، نابود کننده نیست. علی تو امثال تو خدای ما رو دشخیم، بیرحم، متفاوت ترس اون که در قلب ما بود گفتی. شما اسلام شیعه رو در ایران به کثافت کشوندید. گروه گروه جوان ها دارن از دین اسلام برمیگردن، بعضی ها بی خدا شدن. شما در اون لباس خود شیطانید. شما با اون قیافتون و کاری که کردید خود شیطانید. شما جوان ها رو کشتید، بچه ها و دخترای کوچک رو، در آن جایی که زن ها رو اگر موشون پیدا میشد شلاق میزدید، دخترای 8 ساله و 9 ساله و 12 ساله و 14 ساله رو شوهر دادید به پیرمردایی به سن من. کاش میدونستم آیا دختر خودت رو حاضری یک از این آخوندهای 80 ساله بدی وثیقش کنی؟ چه قانون کثیفیست؟ میدونی چرا دین اسلام داره سقوط میکنه؟ برخلاف اون، یعنی شده یک دینی که با زور و کشتار و آدم کشی میخواد دین خداش رو به زور به حلقون مردم بکنه. امیدوارم مردم ایران خدای خودشون رو، اسلام خودشون رو پیدا کنن. به شما احتیاجی نیست و امیدوارم یک روزی مردم ایران حکومتی رو سرکار بیارن که دیگه هیچ کس نتونه قدرت مطلقی باشه و ملت رو به این روز بدبختی در عرض یک لحظه و یک روز و یک سال به کمک کشوران اجنبی برای منافعشون برسه. انتظار و انتظار، هی میگن میاد بهار. همه ی عمرم گذشت با یه بهارم برنگشت، با یه بهارم سرم دیروز مرد، دخترم 3 روز قبل، قاتل زاهد اون می
میزنه هنوز به تب که همه بیدینند یا سیاه آینند به خدا کذب و دروغه واسه بردن زیر یوغه انتظار و انتظار اجازه بدید به یک بریکینگ نیوز بریم. متاسفانه ببخشید من اتفاقی باز افتاده، نتیجه این حکومت است که تمام گرفتاری ها رو در اینجا به هم افتادن جون همه مردم دارن زجر میکشن. الان هر کدومشون به زور افتادن دنبال پولای مردم و گرفتاری ها و فشار ها. چطوریش نگاه کنید به این گزارش که دارد از طریق من الان نمیبینم کجا هست، ولی CNNه، بله لایف CNN داره پخش میکنه الان. لطفا صداش رو باز کنید منم بشنوم. در اینجا در کپیتال هیل هست، هیله، این در واشنگتن داره اتفاق میفته. بریکینگ نیوز هست. Obviously, they're deeply concerned about what's going on. John Bodner, one of our photojournalists, heard what he says was about a dozen gunshots were fired right outside the Hart Senate office building. That's the newest of the three major Senate office buildings up on Capitol Hill. And this entire area has now been sealed off by Capitol Hill Police, Washington, D.C. Metropolitan Police. This is a serious situation, clearly, and we have no clue as to what exactly happened. But Jim Acosta is joining us right now, one of our senior White House correspondents. Where are you, Jim? What are you seeing? What are you hearing? Wolf, I'm on the north lawn of the White House where we typically do our live shots, and we're going to do something that we don't normally do when we stand here reporting live. Khalil, if we can just pan over to Pennsylvania Avenue. Wolf, we can show you right now that Pennsylvania Avenue in front of the White House, which is basically a pedestrian area, as you know, Wolf, is closed off to the public. You cannot walk up and down Pennsylvania Avenue. And for a brief period, Wolf, maybe about 20 minutes, members of the press here at the White House were told they could not leave the grounds. They were being held back just a few moments ago. They were told you can leave, but you might not be able to get back in very easily. And you could see the general public, folks who were just coming here to look at the White House, the tourists, they've been pushed back to the other side of Pennsylvania Avenue, and you can hear various sirens and so forth. One thing that our photojournalists also saw as they were standing here, as all of this was starting to develop, they were seeing officers here on the grounds of the White House, Secret Service officers, the folks who are here to protect the president, react, respond, and start to mobilize. Beyond that, nothing more at this point, but that is really the scene from here. As soon as this incident was known about down Pennsylvania Avenue, down at the Capitol, folks really got on a heightened state of alert over here at the White House, Wolf. And it's very often they do that if out of an abundance of caution. And now there's a lot of cars, and there's a lot of police cars coming down Pennsylvania Avenue right now with their sirens and lights. Not something you typically see. So we pan back over there, Wolf, just so you can see that. Now they're coming down the pedestrian area where there's usually no vehicle, vehicular traffic. And so you're seeing a lot of police traffic outside the White House on Pennsylvania Avenue? That's unless there's a motorcade of something like that, Wolf. No, you don't typically see something like that. So obviously a heightened state of alert over here at the White House. They're taking every precaution because of what's happening over at the Capitol right now. And as soon as we get more, we'll get back to you. The president is inside the White House, I assume, right now? That is correct, Wolf. He had that event earlier this morning out in Montgomery County, Maryland, but he's back here
The press staff is also here. Jay Carney gave that briefing just about an hour ago. It's a skeletal crew, as you know. The furlough is affected here just like everywhere else, and so they're dealing with a shortened staff. Not clear whether or not that's affecting what is going on here in terms of the response, but the people who are protecting the president, the Secret Service, those folks really aren't affected that much by the government shutdown, and that's why you're seeing such a show of force right now inside and outside the gates of the White House, Wolf. And you see people on the ground, they're lying down, they're trying to protect themselves, and you see police and others moving quickly right now. These are pictures, these are live pictures that our viewers are watching. Dana Bash is up on Capitol Hill. She had been getting ready to interview the Senate Majority Leader, Harry Reid. Where are you, Dana, right now? You're in the Senate side of the U.S. Capitol? I'm in the Senate side of the U.S. Capitol in the Senate Majority Leader's suite. This is where we have actually been getting updates. We are sheltering in place, just like everybody else in the Capitol and really in the Senate office buildings as well on the Capitol complex, as you've been hearing from our other colleagues. Now, we just saw on somebody's email here a message from the Senate Sergeant at Arms reiterating that shots have been fired, but also saying that at this point they do not think anybody in the Senate complex is at risk or in danger, but still, just as a precaution, they want all of us to remain sheltered in place. Now, physically, where we are is on the west front of the Capitol. And Ted Barrett, our congressional producer, and all our crew here, they were kind of poking their heads out the window to see what kind of action was outside. At the beginning, when we first heard this, they were definitely very much not at ease, and now they are more at ease. When I say they, I mean the Capitol police officers that are always stationed on the west front of the Capitol. So it seems that there's a little bit more of a sense, at least a little bit more of a sense of relief here. But again, just as a precaution, they're telling all of us who are in the Capitol to stay where we are, shelter in place. And the one thing I just do want to reiterate is that we were told here that the reports, at least initially, were one injury as a result of these shots fired, Wolf. We see lawmakers coming back into the U.S. Capitol. Some of them scurrying, some of them walking. بذارید خیلی کوتاه بهتون میگم تا حالا اون چیزی که داره سریعا داره میاد و همین خبر این بریکینگ نیوز همین الان اتفاق افتاده. و اگر نگاه کنید دقت کنید که فقط یک نفر به اسم خانم دانا بوش زخمی شده، تیراندازی که شده در خیابان پنسیلوانیا و کپیتال. وقتی میگن یعنی تمام سنا و دولت و اینا همه اونجاست. در اینجا بلا فاصله FBI خبردار شده و به FBI تمام گروهش فرستاده و تمام افرادی که در بیرون هستن بهشون پناهگاه دادن، شالتر دادن که ببینن مسئله چیه و در خیابان نباشن اگه تیراندازی بشه کشته بشه. و در اینجا فقط یک نفر زخمی شده و تیراندازی هم در همین کپیتال اتفاق افتاده. خیابان پنسیلوانیا رو حتما میدونید، مرکزیست که جاییست که به تمام تصمیمات دولت و خود دولت رو به همون جا و مهمترین خیابانی هستش که الان وجود داره. باید ببینیم که چی هست و این اشکالات از کجا پیش میاد. ادامه میدیم و این گزارش رو نگاه کنید و امیدوارم که به خیر بگذاره. Above and inside the Capitol and inside the buildings. We're getting word also that the United States Supreme Court building, which is literally a block away from the U.S. Capitol, from the Senate, from the Hart Senate office building, that building across the street from the Capitol is now closed. No one is allowed to enter or leave the United States Supreme Court as well. So you see these pictures coming in on the left part of your screen moments ago. These are pictures. These are tourists who happen to be visiting Capitol Hill, and they're being scurried about as well. Then you see on the right part of your screen live pictures from Capitol Hill where police, Capitol Hill Police, Washington, D.C. Metropolitan Police, now we're told units from the FBI and other law enforcement agencies, they are now on the scene after gunshots were reported on Capitol Hill. We're told by John Bodner, one of our photojournalists, who actually heard what he thought were about a dozen gunshots right near the Senate office building, the Hart Senate office building. We have also been told that there was at least one injury, but we don't have more information on that at all. We have reports coming in from all of our reporters who are on the scene. Dana Bash is up in the U.S. Senate side. Thena Jones is at the Russell Senate office building. Jim Acosta is over at the White House, where they basically shut down Pennsylvania Avenue, maybe as a precaution outside of the White House as well. And we're trying to get in touch with members to get some information
I think we have one congresswoman from Hawaii right now. Kelsey Gabbard is joining us right now. Congresswoman, are you there? Yes, I'm here. Tell us where you are and what you saw, what you heard. I'm here in my office. I was about to walk out the door when the members of my staff came running in and started locking the doors and the windows. Her fiance, who was working in the Rayburn building, had said that he had heard some shots fired and saw Capitol Police running down the street with their weapons pulled. The announcements over the loudspeakers came out telling everyone from Capitol Police to shelter in place and if outside to take cover. So we've got most of the team here in the office across the street from the Capitol right now. And folks who are not in the office, everyone is safe and is in a safe place. You're on the House side, which is all the way on the other side of the U.S. Capitol from the Senate side. But what you're saying is that whole area on the House side of the U.S. Capitol, that's been shut down as well. Is that right, Congresswoman? It has been shut down. I did not personally hear any of the shots fired, but there are people in some of the other office buildings who said that they heard the shots fired themselves when this went down a few minutes ago. So all three House office buildings are completely locked down. We've got folks on the first floor of this building, and everyone is literally sheltering in place. They're not allowed to move upstairs or downstairs, in or out of any of these buildings. So what you're saying is people have said to you on the House side, which is pretty far away from the Senate side, from the Senate office buildings, including the Hart Senate office building, they heard gunshots all the way over on the House side. Is that right? Yes, a member of my staff here, her fiance, works in the Rayburn building, and called her quickly to tell her what he had heard and to make sure that she was safe and that she was okay. So how are the folks doing over there in your building, your staff? I know everybody is listening to the advice of U.S. Capitol Police, the warnings, shelter in place. I assume that there's a procedure that you have in a situation like this. You go into a safe room internally as much as possible. Is that right? You know, our team is performing as trained and as planned. We are here locked down in my office. Quickly, the staff who were not in the office with us, they were located within just a couple of minutes, everyone reporting in and making sure that they were okay and that they were in a safe place. And of course, checking on our Hawaii delegation and their staff as well, both in the House and the Senate. Thankfully, everyone is doing okay and they're in a safe place. Representative Tulsi Gabbard of Hawaii, thanks very much. We're going to stay in close touch with you. You served in the military, right? So you're familiar with yes, a situation I'm like this. I'm actually a military police captain in the Army. Yes, I know that. And so I'm sure you're very concerned, like all of us are right now. All right, if you get some more صدای information, خانمی که صحبت میکنه عضو پارلمان است، خانم تولسی گابارد، که تولسی گابارد الان در اتاق خودش تقریبا زندانی هست، برای اینکه هیچ کس از کاپیتول حق نداره نه بیرون بیه و تمام مواظب هستن که باز تیراندازی بیشتری نشه و خیابان و پنسیلوانیا رو کاملا بستن که ورود و خروجی در اونجا نشه و افرادی که به صورت عادی هم تا حتی در جلوی سنا و یا اینکه خود کپیتال بودن، افراد عادی هم اونها رو از خیابون ها جمع کردن و بردن در یک ساختمانی به عنوان پناهگاه یا شلتر به زبان انگلیسی که در اونجا نگه داشتن تا ببینن وضع چیست. هنوز هیچی، این خبر اونقدر تازه است که هنوز هیچی معلوم نیست و ببینیم به کجا میرسه و اجازه بدید که تا اونجایی که بتونیم و خبرها داره میرسه اینو ما مستقیما براتون همینطوری گزارش خواهیم داد و ببینیم که اتاق کنترل، ببینید تلویزیون‌های دیگه اگر کسی شات‌های بهتری داره بین این دو تا تلویزیون‌ها یا تلویزیون‌های دیگه بتونیم خبرها و زاویه‌های بهتری رو به مردم نشون بدیم. And you're saying from the White House all the way up towards Capitol Hill, obviously a serious situation. Hold on for a minute, Deb. Dana Bash is getting some more information. She's up in the Senate side of the U.S. Capitol. She was getting ready to interview the Senate Majority Leader Harry Reid. What are you learning, Dana?
Well, if we're being told that the lockdown, which we've been reporting about, is about to be or in the process of being lifted, meaning people will no longer have to shelter in place. They will be able to leave their offices and leave the building of the Capitol and the Senate office buildings and maybe the House office buildings that they've been told to stay in for the past half hour or more. The other thing that we're told is that the Capitol Police is they're expecting to have or planning to have a news conference very soon, maybe even at the top of the hour, to give us more information about exactly what happened, the injuries, and who they think that the suspect or suspects were in this in these alleged gunshots and shootings. So what you're suggesting, what you're hearing, is that this lockdown has been lifted for the entire area or just for individual buildings? Just be a little bit more precise, Dan. I know maybe you can't be more precise, but has the entire lockdown for all of Capitol Hill been lifted? I can't for sure say that the entire lockdown is lifted. I can tell you that from where I am in the Senate side, we are told by security forces here and sources here in the Senate side that it has been lifted. We'd have to definitely get back and talk to the House Sergeant-at-Arms to confirm that that's going on there as well, unless we maybe even know from some of our reporters and producers who are physically over on the House side, they might know. But certainly on the Senate side, we are being told that the lockdown has been lifted. All right, stand by for a moment. Jim Acosta, our senior White House correspondent, is getting more information. Jim, we had heard now from Deborah Farrick that there was a car chase beginning near the White House and then moving towards Capitol Hill. What else are you learning? That's right, Wolf. We're hearing from Secret Service officials that this started as some sort of altercation or incident near the White House at 15th and Pennsylvania Avenue Northwest. As you know, Wolf, that is right by the Treasury Department, just down Pennsylvania Avenue from where we're standing to the west, that this person who was involved in this incident over at the Capitol, it appears, hit a security barrier trying to get onto Pennsylvania Avenue. At least that's what we think at this point from listening to Secret Service officials. And that at that point, some sort of pursuit ensued, and then that individual left this area of Washington and started heading towards the Capitol, or that this chase or incident or whatever started moving towards the Capitol. But we do have it confirmed now from the U.S. Secret Service, which is really charged with protecting this whole area, that this incident began down at 15th and Pennsylvania Avenue, very, very close, just a block from the White House. Earlier today. Not really sure what the person was trying to do, but it appears that the person was trying to get through the security barriers that keep the cars off of Pennsylvania Avenue, Wolf. From 15th Street, there's a barriers that you can't get onto Pennsylvania Avenue near the U.S. Treasury over there. میاد ببینن که چطور هست و چطور نیست و وقتی دنبالش میافتادن و رفتن و اینم میخواست فرار کنه وقتی از ماشین اومده بیرون شروع کرده به تیراندازی یک نفر هنوز میگن اینطوری بوده ولی هنوز با تجربه‌ای که ما داریم نمیشه قضاوت کرد چون در این لحظه همونطوری که ما داریم میبینیم با فرق اینکه CNN و فاکس و هر تلویزیون دیگه‌ای که در اونجا الان خبرنگار و ماشین‌های فرستنده و اینا دارن اونها همون لحظه یه چیزایی رو میگن ولی هنوز معلوم نیست که چطور بوده آیا یه نفر بوده دلیلش چی بوده و چگونه اتفاق افتاده اجازه بدید که ازتون خداحافظی کنم و مطمئنم در طول برنامه ها اگر اتفاق خاصی بیفته ما همیشه این خبر رو یا بریکینگ نیوز رو با شما در میون میگذاریم در آخر برنامه از شما خواهش میکنم از روز دوشنبه NITV تمام برنامه هاش رو کنسل و برای یک فاندریزینگ برای آخرین بار اقدام خواهد کرد من باید بر روی مسئله تصمیم بگیرم و از شما خواهش میکنم اگر مایل هستید NITV باشه روز دوشنبه از دوشنبه به برنامه توجه کنید و اگر میخواهید کمکی کنید برای اینکه در این زمان بقیده من تا زمانی که من قدرتی نداشته باشم که به ایران برم من NITV برام اهمیتی دیگه نداره و میتونم اینجا رو به سازمان های مختلف اجاره بدم یا به خارجی ها بفروشم یا خودم اصلا روی اینترنت با همین برنامه ادامه داشته باشم ولی احتیاج دارم که با شما صحبت کنم و حمایت کنید از NITV برای رفتن برای اینکه من فکر میکنم داشتن تلویزیونی که نتونه صداش توی ایران ببره به درد من نمیخوره و ازتون خواهش میکنم اگر واقعا علاقه دارید که NITV باشه من دوست ندارم که اشخاص پولدار با پولای گنده به NITV کمک کنن من دوست دارم و علاقه دارم مردم عادی
تعداد بیشتری کمک کنن. اون وقت است که من در آخرای فعالیتام با این وضع روحیم و جسمیم آرامشی پیدا میکنم که بالاخره این کاری که 12 سال پیش آغاز کردم الان میتونه حداقل در این دوران نتیجه ای داشته باشه و مردم هنوز هم اهمیتی میدن به اینکه کی چه کار میکنه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا روز دوشنبه و به دوستانتون بگید که ان آی تی وی این توقع رو از شما داره. با امید پیروزی همه شما و آزادی ملت ایران.